کمک های مالی و اینا هست، در یک گوشه ای اونها که میخوان آزاده بمونن مشکل دارن. خورشید سواران، میشه از خورشید سواران بگیم، از مهربان یاران بگیم، بعد تاجیکستان یاد نکنیم؟ میشه یاد نکنیم؟ امروز میخوایم اختصاص بدیم برنامه رو به تاجیکستان عزیزم. آرم برنامه ما همینطور که میبینید سال هاست که آتش زرتشته. از خون سیاوشیم، هم خون سیاوشیم. میدونم چقدر اینو دوست دارید، تعریفاشو شنیدم، به من گفتین، میدونم شخصیت های بزرگی مثل اکبر گلپایگانی پیام های شما رو به من رسونده که چقدر این رو دوست دارید، این ترانه و سروده رو. این سروده مال یکی از شعرهای بزرگ تاجیکستان، شادروان آقای بازار صابر هست که دیگه در میان ما نیست، که دو سال از جان رفت. بازار صابر از شعرهای بزرگ اندیشمندان، استاد دانشگاه به تاجیکستان هست و مدت ها در تاجیکستان تدریس میکرد. این سروده رو همون سالها به من پیشکش کرد و بعد ایشون در یکی از بازگشتاش، چون بعدن از بازار صابر کسی بود که در سال 91-92 که استقلال تاجیکستان اعلام شد و یک سری درگیری های داخلی به وجود اومد و این کمونیست های قدیمی از یک سو، اسلامگراها از سوی دیگه، این کشورهای عربستان عربی خلیج فارس میخواستن در اونجا نفوذ کنن و حتی جمهوری اسلامی دیگر، یه درگیری های به وجود اومد که من در جریانش بودم سال 91-92-93. و بعد با آمدن امام علی رحمان، که من اسم اینو گذاشتم امام علی رحمان آریایی، آرامش به میهن بازگشت. در اون هنگام های شورش کسانی بودن که مشکل داشتن. درود دارم به بانو گل رخسار عزیزم، شاعر و نماینده مجلس پارلمان، که سالاست ندیدمش، امیدوارم باز دوباره بیاد پاریس ببینمش، و حلیم شاه، شعرهای دیگه، و از جمله بازار صابر عزیزم. بازار صابر وقتی این دیوار بخاراست، همین ما از خون سیاوشیم یا آتش زرتشت یا از خون سیاوشیم، هر چی میخواید نامشو بگذارید، سرود به من مهربانی کرد و هدیه کرد. بعد در یکی از بازگشتاش، ایشون بار بر میگرده به تاجیکستان، خارج میشه، مدت ها در امریکا زندگی میکنه، بعد میرفت و اواخر تاجیکستان میمد، تا اینکه یک بار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ایشون رو رسما دعوتش کرد و در کاخ ریاست جمهوری ازش استقبال کرد، تجلیل ازش کرد و ایشون کتاب خودش رو پیشکش کرد. و اون موقع که 15مین ساله، الان سپتامبر که بیاد 28مین سال هست، 28مین سال، 15مین سال جشن استقلال تاجیکستان که بود، امام علی رحمان فرمان داد، دستور داد که این سرود بازار صابر رو که به من داده بود، هدیه کرده بود، به ارتش داد و به ارکستر سمفونی تاجیکستان دوشنبه تا اجرا کنن در جشن در سپتامبر 15 سالگی استقلال تاجیکستان. یک کار انجام شد، همین سروده زیبایی شده که دیگه الان شما میشناسیدش، همه جهان رو میشناسه. این سروده ملی تاجیکستان نیست. از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دم پوشم، هم سال عوستایم، هم آتش زرتشتم، هم سال عوستایم، هم آتش زرتشتم، ما آتش زرتشتی، ما کشته نمی کشتم، ما آتش زرتشتی، ما کشته نمی کشتم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم.
سرود ملی تاجیکستان یکی از دیگر اصلا یکی از سرودهای بزرگ تاجیکستان شده، مثل من آریاییم مسعود سپند دوست عزیزم که در رابطه با من آریاییم نیز امروز صحبت میکنیم. بازار صابر شوربختانه از جهان رفت، اما یادش همیشه ماندگار هست. وقتی که ایشون از جهان میرفت، امام علی رحمان فرمان داد که در امریکا سفارت تاجیکستان برسه به خانواده و تمام امکانات رو فراهم کنه تا پیکر این شاعر بزرگ برگرده به تاجیکستان و غیره و غیره. که عرض کنم خدمتتون، به هر حال صحبت‌هایی شد، ولی من میخوام اینجا باز یه بار دیگه از امام علی رحمان آریایی تشکر و سپاسگزاری بکنم، چون میدونید بازار صابر از جمله شعرایی بود که روحیه آزادی خواهی آریایی و میهن پرستی رو اونجا بالا بود. در رابطه با آریایی بودنم بارها صحبت کردم که آریایی نژاد نیست، آریایی فکر، اندیشه و تفکر هست و آریایی به انسانهای پاک و آزاده موزاییک بزرگ ایران میگن که از تبارها و تیرهای مختلف تشکیل شدن. این رابطه یک چیزی خیلی کوچک دارم که هر جایی برید میتونید پیداش کنید بخونید، و در کتاب آیین اوستا که 20 خورده 30 سال پیش نوشتم، این رو اون موقع توضیح دادم که وقتی ما میگیم من آریایی هستم، اصلا با اون پدرسوخته حرمزاده هیتلری که اومد به عنوان نژاد برتر گرفت، چون مقایسه نکنید، اون نژاد برتر باطل بود. مثل که هر واژه‌ای وقتی که تغییر جا و سفر میکنه معنیش عوض میشه. خیلی از واژه‌ای که الان در میان ما رایج است تو خارج بده، خیلی از واژه‌های خارج تو داخل بده، تو ایران برای ایران بده. حتی در زبان کهن یونان آریا و آریان یعنی آن الهه آزادگی و شرف و پاکی و نجابت. بس من آریاییم، بیشتر بگید و نترس. در اسرائیل هم که میدونید اینقدر آریا داریم، اینقدر آریان داریم، از آریانای کوچولو که به دنیا اومدن تا آریانای بزرگی که الان در سراسر جهان فعالن، همه اونا رو میبوسم. یعنی یهودی ها هم خودشون بهتر از هست کسی میدونن که آریا و آریان هیچ ربطی به پدرسوخته هیتلر نداره و ایران یعنی سرزمین انسانهای پاک و نجیب و خردمند آریایی ها.